درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون که با هم بررسی کنیم اسماعیل قاآنی کیست. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چی کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی، لذا بهشون میگیم تا زوده برین بلا بیرون میندازنتون. به شدت زیر فشارن، تبلیغ میکنن، شلوغ بازی میکنن، خجالت هم نمیکشن، اینقدر شکست خوردن. آخر برای آبروی خودتون هم که شده یکم فکر کنین و خاک عالم تو سرتون، نمیفهمین. اما تمام اینها نوشته شده توی دفترهایی که باید بشود، به حول و قوه الهی یکی به یکی خواهن خورد. حدود 11 روز از آخرین باری که اسماعیل قاآنی دیده شده میگذره. برخی رسانه ها نوشتن اون به اتهام جاسوسی در بازداشته. فرمانده سپاه قدس در نماز جمعه 13 مهر ماه خامنه‌ای و مراسم دریافت نشان امیرعلی حاجی‌زاده حضور نداشت. مقامات رسمی گفتند اتفاقی نیفتاده، اما شواهد داره چیز دیگه‌ای میگه. العربیه، اسکای نیوز عربی و میدل ایست آی، رسانه نزدیک به قطر، هر سه در گزارش‌های جداگانه‌ای که روز پنجشنبه 19 مهر منتشر کردند، به نقل از منابع آگاه نوشتند قاآنی به ظن جاسوسی در بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته. اسکای نیوز عربی به نقل از منابع ایرانی گزارش داد قاآنی به ظن هک شدن وسایل ارتباطیش تحت بازجویی قرار گرفته. بر اساس این گزارش اون در حین بازجویی دچار حمله قلبی شده و در جریان تحقیقات به بیمارستان منتقلش کردند. منابع مطلع به اسکای نیوز عربی گفته بودند که رئیس دفتر قاآنی هم مظنون به ارتباط با اسرائیله. وبسایت میدل ایست آی روز پنجشنبه به نقل از منابع متعدد آگاه نوشت فرمانده سپاه قدس زنده و سالمه، اما تحت نظر و بازجوییه، چرا که جمهوری اسلامی در حال بررسی نقص‌های امنیتی بزرگ داخلی خودشه. به گفته این خبرگزاری، سپاه پاسداران از زمان مرگ حسن نصرالله دبیرکل کشته شده حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تحقیقات خودش رو درباره چگونگی نفوذ اسرائیل به رهبری حزب الله و شناسایی محل و زمان حضور نصرالله رو شروع کرده. این رسانه به نقل از 10 منبع در تهران، بیروت و بغداد از جمله شخصیت‌های ارشد شیعه و منابع نزدیک به حزب الله و سپاه پاسداران نوشت که در جریان این تحقیقات حتی قاآنی و تیمش در قرنطینه و بازجویی هستند. در روزهای گذشته ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تکذیب خبرها درباره مرگ قاآنی گفته بود سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی در سلامت کامل هستند و انشاءالله در روزهای آینده از حضرت آقا نشان فتح دریافت می‌کنند. با وجود این تکذیب‌های مکرر از سوی مقامات رسمی، غیبت قاآنی اما در چند مراسم مهم به ابهامات درباره مرگ یا دستگیری اون دامن زده بود. آخرین باری که تصویری از فرمانده سپاه قدس دیده شد، 8 مهر ماه 1403 بود که قاآنی برای ادای احترام در ماجرای کشته شدن نصرالله به دفتر گروه حزب الله در تهران رفته بود. روز 15 مهر ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی باز هم درباره سلامتی قاآنی گفت.
اون گفت بسیاری از ما میپرسند که سردار قاهانی چی شده. ایشون در صحت و سلامت کامل هستند و مشغول فعالیت‌های همیشگی. ایشون در ادامه با اشاره به اینکه برخی میگویند بیانیه بدهید گفت چرا بیانیه؟ نیازی به چنین اقدامی نیست. ایشون مشغول کارشون هستند و سرشون بسیار شلوغه. غیبت اول قاهانی در نماز جمعه بسیار مهم 13 مهر به امامت علی خامنه ای بود. تقریبا تمامی مقامات حکومت حضور داشتند، اما جای خالی قاهانی بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر علی خامنه ای، خیلی زود به این توجه ها و پرسش ها واکنش نشون داد و گفت غیبت ایشون نشانه عقلانیت انقلابی و آمادگی نیروهای مسلح در مبارزه با اسرائیله. روزبه علمداری، سردبیر وبسایت اصلاح طلب جماران وابسته به خانواده خمینی هم در شبکه ایکس نوشت غیبت فرماندهان نظامی در نماز جمعه به معنی آماده باش 100% برای پاسخ کوبنده و سریع به کوچکترین حرکت صهیونیست هاست. با وجود این گزارش ها و تصاویر نشون میدن حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی فدوی جانشین سلامی، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، احمد رضا رادان فرمانده فراجا و برخی دیگر از مقامات بلند پایه لشکری و کشوری در این نماز حضور داشتند. یک روز پس از غیبت قاهانی در نماز جمعه خامنه ای، کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد احتمال دارد قاهانی در حمله اسرائیل به بیروت آسیب دیده باشد. هدف اصلی این حمله هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله و حسین الحزیمه رئیس اطلاعات این سازمان بوده که از این دو نفر هم حالا خبر موثقی در دست نیست. در همین حال یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفته بود بعد از حمله هوایی سنگین اسرائیل به بیروت ارتباط با صفی‌الدین از روز جمعه قطع شده. روز یک شنبه 15 مهر عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این صحبت‌ها در مورد قاهانی گفته بود این گزارش‌ها و شایعات درست نیست و اینها فقط جنگ فضای مجازیه. اون در ادامه با بیان اینکه قاهانی در سلامت کامل افزود امیدواریم سپاه پاسداران در این زمینه بیانیه‌ای بدهد. روز یک شنبه 15 مهر مراسمی برای اعطای نشان فتح از سوی خامنه‌ای به امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ترتیب داده شد. تصاویر این مراسم نشان داد برخلاف معمول و حرف‌هایی که می‌زدند با وجود حضور چهره‌هایی مثل فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش در چنین مراسمی باز هم خبری از قاهانی نبود. همزمان یک منبع آگاه هم گفته بود اعضای خانواده قاهانی هم از سرنوشت و وضعیت اون کاملا بیخبرن و خیلی هم نگرانن. خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو منبع آگاه در جمهوری اسلامی گزارش داد قاهانی بعد از کشته شدن نصرالله به سمت لبنان سفر کرده و از زمان حملات اخیر اسرائیل به جنوب بیروت هیچ خبری از اون در دست نیست. بر پایه این گزارشات قاهانی هنگام حمله اسرائیل در جنوب بیروت حضور داشته اما در حال ملاقات با صفی‌الدین نبوده. وبسایت تابناک منتسب به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران در مطلبی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی درباره سلامت قاهانی نوشت اگر او سالم است چرا فیلمی از او منتشر نمی شود؟ در خبر دیگری که طی حدود 11 روز غیبت قاهانی از او وجود دارد این است که مجری مراسمی با عنوان اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان فلسطینی یک پیام منتسب به قاهانی را از روی یادداشتی خواند. در این اعلام از روی یادداشت گفته می شود که قاهانی به تک تک افراد حاضر سلام می رساند و متاسف است از اینکه به دلیل ضرورت شرکت در جلسه مهم نتوانسته در این مراسم شرکت کند. اسماعیل قاهانی اکبرنژاد سالها معاون قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه پاسداران بوده. فرماندهی که در مشهد به دنیا آمد و اواخر سال 58 زمانی که 20 ساله بود به عضویت نیروی نظامی در آمد. اون مدت کوتاهی بعد از حضور در سپاه پاسداران در اوایل سال 59 به تهران آمد و در پادگان سعدآباد که نام کنونیش پادگان امام علیه آموزش نظامی دید. محمد مهدی خادم الشریعه مؤسس تیپ 21 امام رضا و ولی الله چراغچی جانشین فرمانده همین تیپ در این آموزش‌های نظامی با قاهانی هم دوره بودند.
اون بعد از پایان آموزش ها به مشهد بازگشت و در یکی از مراکز آموزش سپاه پاسداران به عنوان نیروی کادری مشغول به کار شد. اواسط سال 59 در پی بروز برخی نارامی ها و درگیری ها در استان کردستان به این منطقه اعزام شد. در سال 61 با سلیمانی آشنا شد و همین آشنایی به آغاز همکاری مشترک با او در نیروی قدس سپاه پاسداران منجر شد. قانی قبل از اینکه معاون سلیمانی در نیروی قدس شود، مدت‌ها معاون اطلاعات سپاه مشترک سپاه پاسداران بوده. مقامات جمهوری اسلامی هرچند که مرگ قانی رو تکذیب کردند، اما هیچ کدوم از اونها تاکنون حضور او در بیروت رو تکذیب نکردند. تجربه های قبلی در وقایع مشابه مثل هدف قرار گرفتن حسن نصرالله، سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش، یا اطلاع رسانی درباره هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی به همه مردم ایران ثابت کرده که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تکذیب و به انحراف کشوندن موضوع در این دست اطلاع رسانی ها داره. حکومت و رسانه‌هاش بنابر مصلحت نظام یا برای خرید زمان ممکنه واقعیت رو برای مدتی تکذیب کنن یا اون رو کاملا وارونه جلوه بدن. حالا اما با این انفجار خبری که قانی در حصر خانگی و در حال بازجویی توسط تیم‌های اطلاعات سپاه بوده و دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده، در فضای مجازی با واکنش‌های بی سابقه ای از سمت مردم مواجه شده. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه هم با کانال پارسی تیوی همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.